زد شب چو زمیکده بازایم بار سر کوی تو من به نیازایم من مستم و بی خبرم دل داده ی راه گذرم هر نیمه ی شب. پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی از آمستردام هلند با ماست. آقای اکبرزاده، راز محبوبیت خانم مرضیه در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی چه بود؟ بسیار محبوب بود در اون زمان. جدا از استعداد و پشتکار خودشون، در واقع ایشون بسیار خوششانس بودن از این بابت که در دوره‌ای آموزش و فعالیت خودشون رو شروع کردن که یک تعدادی از منحصر به فردترین چهره‌های موسیقی معاصر ایران در اون دوره زندگی می‌کردن. از جنبه آموزشی ایشون از تعلیمات عبدالله دوامی که یکی از متخصصان ردیف آوازی موسیقی ایران بودن بهره‌مند شدن و در زمینه کاری با تعدادی از نوابغ ملودی سازی موسیقی ایران همکاری داشتن، از جمله روح الله خالقی، همایون خرم، پرویز یاحقی یا علی تجویدی، که نتایج این همکاری هم در واقع به خلق ترانه‌هایی انجام میده که خیلی هاشون جزو کارهای ماندگار موسیقی ایران شدن، من جمله بوی جوی مولیان روی شعری از رودکی که خالقی ساخته بود و مرضیه به اتفاق بنان دو صدایی اجرا کردن، و یا سنگ خارا که علی تجویدی روی شعری از معینی کرمانشاهی آفریده بود. و علاوه بر اینها ایشون همیشه اون سطح رو در کارشون حفظ کردن، برخلاف خیلی از خوانندگانی که با این کارهای اینچنینی معروف می‌شدن و بعد از یک مدت کوتاهی جذب اجرای کارهای بازاری می‌شدن. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، خیلی موسیقیش لطیفه. در اصل در سالهای اخیرشون نمیشه از ایشون گفت، از اینکه به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومدن، در مجالس اونها حضور داشتن هم بهش اشاره نکرد، ولی بعد از ترک ایران تمرکز کاریشون بر چی بود؟ ببینید، ایشون همونطور که اشاره کردید با توجه به اینکه به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومدن، امکانات بسیار گسترده‌ای در اختیارشون قرار گرفته بود از بابت اجاره ارکستر بزرگ و تالارهای بسیار معتبری در اروپا و آمریکا. بدنه اصلی کنسرت‌های ایشون در خارج از کشور تنظیم دوباره همون کارهای قدیمیشون بود، با این تفاوت که این تنظیم‌های جدید رو عموماً آهنگسازانی مثل محمد شمس یا آندرانیک انجام می‌دادن که نسبت به آهنگسازان اصلی این ترانه‌ها دانش بسیار قوی‌تری داشتن از بابت ارکستراسیون. در نتیجه این کارها در واقع به یک نوعی دوباره متولد شدن و یک نسل تازه‌ای رو جذب خودشون کردن و جذابیت موسیقایی این کارها از نو به مردم و به ویژه نسلی که اصلاً در دهه 30 و 40 خورشیدی به دنیا نیامده بود از نو به اینها معرفی شد. علاوه بر اینها و یک سری کارهای سازمانی، یک سری کارهای مستقل هم برای ایشون اساساً ساخته شد که در اون بین میشه به قطعه مثل جنگل یا همیشه نوروز یا کاوه میهن از محمد شمس اشاره کرد که این کارها هم بارها در کنار اون کارهای قدیمی ایشون در کنسرت ها اجرا میشد. ممنونم از پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی از آمستردام هلند با ما. و برنامه 60 دقیقه رو با یکی از آخرین آثاری که برای خانم مرضیه در خارج از ایران ساخته شد به پایان میبریم. مثل جنگل که آقای اکبرزاده هم اشاره کردن، ساخته محمد شمس با شعری از محمد علی اصفهانی که جوان 1996 در همین شهر لندن اجرا شد. مثل جنگل